یه سخنرانی خیلی کوتاهی سعید داره به عنوان سخنرانی پایانی، خودتون تشریف بفرمایید. سلام. جشنواره روز آزادی نرم افزار امسال هم به آخرش رسید و رسیدیم به سخنرانی پایانی. این برنامه از سالهای پیش در کشورهای مختلف داشته برگزار می‌شد. از سال 2004 استارتش زده شده. دوستان ما هم تو بنیاد دانش آزاد که امروز این برنامه رو برگزار کردن، از سال 91 برنامه‌ریزی داشتن برای برگزاری جشنواره روز آزادی نرم افزار. و تو این چند سال یه سری مشکلات خیلی جالبی سر همین عنوان جشنواره روز آزادی نرم افزار داشتیم. این عنوان تو همه جای دنیا با عنوان جشن روز آزادی نرم افزار شناخته میشه، اما خب تو ایران این عنوان تک تک واژه‌هاش به کار بردنش تو بعضی از جاها مشکل داره. مثلا نمیتونیم بگیم جشن، باید بگیم جشنواره. نکته بعدی در مورد خود روزشه. بعضی جاها میگفتن نگید روز آزادی نرم افزار، بگید روز جهانی آزادی نرم افزار. وقتی میگید روز آزادی نرم افزار یعنی یه چیزیه که مرتبط به ماه، ولی وقتی میگید روز جهانی آزادی نرم افزار یعنی یه چیزیه که مرتبط به اوناست، به ما ربطی نداره، چه جهانی اصلا به ما ربطی نداره. واسه همین سر روزش هم حتی مثلا به مشکل میخوردن بعضی وقتا. واژه بعدی هم که مشکلات خیلی زیادی داره و نمیشه بهش اشاره کرد، نکته جالبی که یک سالی که میخواسته جشنواره برگزار بشه یک پیشنهادی دارن که بذارید جشنواره روز رهایی نرم افزار. گفتن آزادی مشکل داره. واژه بعدی واژه نرم افزاره. بعضی‌ها میگن مثلا نرم افزار مثلا به جنگ نرم و نمی اون چیزا رفت داره، مثلا برداشت رو میکنن دیگه. مثلا همین حتی به واژه نرم افزارش هم بعضی جاها گیر میدن. واسه همین حتی بخواد برگزار بشه این جشنواره با تک تک واژه‌هاش دوستان به مشکل برخوردن تا الان. علاوه بر این تک تک واژه‌ها، ترکیب اینا کنار هم دیگه هم مشکل ساز بوده. مثلا نمیتونیم بگیم مثلا جشنواره روز آزادی نرم افزار، مثلا میگن بگید همایش نرم افزار آزاد. روز آزادی نرم افزار خودش مثلا خیلی مثلا بار چیزی داشته واسه شون، نمیتونستیم استفاده کنیم. آره یه باری داشته دیگه. حالا که این جشنواره‌ای که عنوانش این همه مشکلات داشته تا الان، برگزار کردنش که خیلی مشکلات بیشتری داشته. همه مثلا ما اینجا رفته بودیم مثلا واسه گرفتن سلف همین دانشگاه، گفتیم جشنواره روز آزادی نرم افزار، اون طرف که اون پشت نشسته بود قاه قاه خندید. گفتیم چرا میخندی؟ خندیدت خنده‌داری نیست. گفت من یاد آزادی خرمشهر افتادم. نکته بعدی که میخواستم بگم این بود، توی اول بحثم گفتم که این جشنواره از سال 91 برنامه‌ریزی شد که برگزار بشه. دوستان ما در بنیان دانش آزاد که الان خیلی‌هاشون هم نیستن تو این کامیونیتی، قبلا خیلی فعال بودن و کارهای خیلی مختلفی انجام میدادن، از سال 91 برنامه‌ریزی کردن که این جشنواره رو برگزار کنن سالانه. اما اتفاقی که افتاد این بود که سال 91 و 93 این جشنواره به دلایلی برگزار نشد و 92 و 94 برگزار شد. جوری که آدما مثلا منو میدیدن میپرسیدن که این جشنواره دو سالانه است، گفتم نه دو سالانه نیست، روز آزادی نرم افزاره، یه چیز بین المللیه، همه جا به همین اسم هر سومین شنبه سپتامبر برگزار میکنن. این که مثلا سال 91 یا 93 مثلا برگزار نشده یه سری مشکلات پیش اومده و نتونستیم برگزارش کنیم. چیزی که مثلا ما بین خودمون مثلا یه تیکه کلام جالبی که مثلا بین خودمون افتاده که این تلسم سالهای فرده، یه سالهای فرد انگار مثلا قرار نیست SFT برگزار بشه، همونطوری که امسال هم این تلسم سراغ ما اومد. ما دو هفته قبل از SFT متوجه شدیم جایی که گرفته بودیم و رزرو کرده بودیم، یعنی سالن جابر، همون جایی که پارسال جشنواره برگزار شد، این سالن رو نداریم. بعد خیلی مثلا استرس بچه‌ها گرفته بودن که مثلا سر اینکه سالن از دست رفته و چیکار کنیم و اینا، که با کمک بچه‌های انجمن علمی اومدیم و دنبال راهکار گشتیم و یه هفته تلاش کردیم تا تونستیم بالاخره سالن آمفی‌تئاتر مرکزی رو به عنوان گزینه پلن بی داشته باشیم که حداقل جشنواره برگزار بشه، مثل تلسم سالهای فرد رو چهار نشیم. حالا خوشبختانه این تلسم شکسته شد. ایشالله که از سال 96, 97, 98 هر سال پشت سر هم برگزار بشه. و اما نکته آخری که میخوام بگم اینه که دوستان ما از سال 91 که شروع کردن برنامه‌ریزی کردن، بیشترین فیدبک های مثبت و منفی که گرفتن در مورد تعداد شرکت کننده ها و استقبال بود. یعنی مثلا وقتی استقبال از SFT کم بوده،
همه فیدبک ها منفی بوده و وقتی استقبال زیاد بوده، جمعیت زیاد می اومده، شلوغ میشده سالن، حالا میترکیده، همه فیدبک ها مثبت بوده. در صورتی که اهداف ما از برگزاری SFT چیز دیگه است. دو چیز هدف اصلی ما، اینکه اول اینکه یه محتوای با کیفیت ارائه بدیم، بالاترین کیفیت ممکن محتوامون ارائه بدیم، و هدف دوم و اصلی تر اینه که این محتوای با کیفیت رو به صورت آزاد همه جا منتشرش کنیم. که سال پیش هم اتفاق افتاد، تمام ویدیوهای سال 94 اونایی که ضبط شده بود همه‌ش منتشر شده. الان برید شما سایت sfd.fsug.ir/1394، تمام لینک ویدیوها در سایت آرشیو یوتیوب تخت سفید، تمام لینک اسلایدها، لیست لینک مقالات، یعنی کلا اون صفحه برید مثلا حدود 100 تا مثلا لینک می‌بینید از جای مختلف، لینک ویدیو، اسلاید، مقاله. امسال هم سعی می‌کنیم که این هدف رو انجام بدیم و این محتوای ارائه شده در این جشنواره رو به صورت آزاد منتشر کنیم، چرا که این خودش در کاری که انجام میشه در راستای گسترش دانش آزاد در جامعه است. متشکرم از حضورتون، خسته نباشید.